موثرترین و سالمترین فرمول گیاهی تنظیم هورمون بانوان فملینکس. الو، سلام آقای دکتر. سلام عزیزم، حالتون خوبه؟ متشکرم. من نعیمه هستم، از مونتریال کانادا باهاتون تماس میگیرم. لطف میفرمایید، بفرمایید عزیزم. آقای دکتر، اگه شما تا صبح صحبت کنی من میشینم گوش میدم، انقدر قدرت کلام شما بالاست. شما لطف دارین عزیزم، مرسی. آقای دکتر، در اول صحبتتون شما یه چیز رو عنوان کردید راجع به قدرت چشم. تو فارسی خودمون موقعی که صحبت میکنیم میگیم طرف ما رو چشم زد یا چشم شوره. شما به همچین چیزی باور دارین؟ سوالتون بسیار زیبا و بسیار جالبه. ببینین، من به انرژی اعتقاد دارم. خب حالا اگر که من اعتقاد داشته باشم به این مسئله، اون حقیقت برای من خواهد داشت. یعنی برای من حقیقت که نه، واقعیت داره. منظورم رو بذارین اینجوری متوجه بشه، یعنی برسونم به شما. شما هر چیزی رو که باور داشته باشین برای شما حالت واقعیت داره در این دنیای زمینی. یعنی واقعیت با حقیقت فرق میکنه. اون چیزی که شما باور دارین برای شما حالت واقعیت داره. دلیل بر این نمیشه که اون حقیقت محضه. متوجه میشین چی عرض میکنم؟ بله. حالا یه چیزی هستش که وقتی که یه شخصی مثلا به یه شخص دیگه یه جوری نگاه میکنه، یا حالا موضوع نگاه کردن نیست، موضوع برخورد کردنه، یا طریقه احساس و طریقه فکر و غیره، و اگر که اون طریقه برخورد و احساسش یک انرژی منفی رو بروز بده، که این انرژی مثلا میتونه حسادت باشه، میتونه اینی باشه که مثلا فقط من باید داشته باشم، ایشون اینا نداشته باشه، یعنی یه احساس خودپسندی باشه و یه ممکنه احساس انسکیوریتی و یا ناامنی باشه و خیلی از چیزهای دیگه باشه، بستگی به شخص مخالف داره که این انرژی منفی رو باهاش چیکار بکنه. یعنی شما ممکنه به صورت خودآگاه ندونین با این انرژی چیکار بکنین. بنابر شرایط شما، حالا من میگم چرا دارم اینو پیش میکشم، بنابر شرایط و موقعیت شما که از نظر احساسی، روانی، عاطفی، روحانی و غیره تو چه مرحله‌ای قرار دارین، این میتونه روی شما اثر بذاره و یا میتونه روی شما هیچ اثری نذاره. یعنی نهایتاً از نظر سابکانشیس و یا سوپرکانشیس در دست شما هست که اجازه بدین اون انرژی منفی روی شما اثر بذاره یا نذاره. اون بستگی به موقعیت شما داره. به خاطر همینه که بعضی موقع ها ممکنه، مثلا فرض کنید ممکنه یکی که مثلا یه شخص دیگر رو حالا به قول شما چشم میکنه و یا نظر میندازه و یا به هر حال با یک انرژی منفی نگاه میکنه، ممکنه رو شخص اثر بذاره در یک روزی، ولی ممکنه در یک روز دیگه، در یک حالت دیگه و در یک شرایط دیگه اثر نذاره. به خاطر اینکه انرژی ها هیچ وقت ثابت نیستن و هیچ چیزی تو این جهان، جهان مادی، مطلق نیست. به خاطر همینم یه همچین چیزی رو من به شما نمیتونم بگم که بله و یا نه. به خاطر اینکه میتونه حقیقت داشته، حقیقت که نمیتونه واقعیت داشته باشه بنا به شرایط شخص مخالف، و میتونه نداشته باشه باز بنا به عکس العمل و واکنش شخص مخالف. اگر شما مثلا فرض کنین از نظر فیزیکی، روحانی، احساسی، عاطفی، ذهنی خودتون رو سعی کنین تمیز نگه دارین. یعنی به چه صورت تمیز نگه دارین؟ مثلا تا اونجایی که امکان داره آنست باشین، درست کار باشین، صادق باشین، دروغ نگین، دزدی نکنین، خیانت نکنین، هر کاری که به هر حال از نظر روابط اجتماعی و یا از نظر روابط قوانین الهی و یا قوانین دنیایی به نظرتون درست نمیاد انجام ندین. این خودتون شما پاکتر و پاکتر میکنین. وقتی که یه همچین حالتی باشه شفافتر هستین و خیلی از این انرژی های منفی از شما رد میشه و وارد نمیشه. وقتی که شما خودتون از نظر انرژتیکلی یه مقدار این بالانس باشین، خیلی از این انرژی های منفی، من جمله به قول شما اون انرژی چشم کردن و غیره، میتونه روی شما یک اثری بذاره. به خاطر این شما اونو دعوتش میکنین به خودتون.